پیام دکتر صدر های سید جوادی، کهنسالترین فعال سیاسی ایران، خطاب به اعتصاب کنندگان. تا دقایقی دیگر با اخبار شنبه 4 تیر ماه 1390 از رسانه سبز ایران رسا با شما خواهیم بود. و اما مهمترین عناوین خبری امشب: درخواست خاتمی از مسئولان برای مذاکره با معترضان زندانی، نامه خانواده زندانیان سیاسی به گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر، انتقال 5 زندانی اعتصاب کننده قضا به بهداری، احمد منتظری خطاب به رئیس قوه قضاییه اصلاحات اساسی کنید تا مردم راضی باشند، و محمد رضا خاتمی تضمین اصول اصلاح طلبان را شرط مشارکت در انتخابات دانست. سلام و شب بخیر میگم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه رسا با اخبار شنبه 4 تیر ماه 1390 از رسانه سبز ایران رسا در خدمت شما هستم. شکستن اعتصاب قضا به منزله پایان اعتراضات آحاد ملت ایران نیست. احمد صدر های سید جوادی، عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران، در پیامی خطاب به زندانیان اعتصاب کننده، ضمن تأکید بر اینکه شکستن اعتصاب قضا هرگز به منزله پایان اعتراضات آحاد ملت ایران چه در درون زندان و چه در محیط بیرون نیست، درخواست پایان بخشیدن به اعتصاب قضای زندانیان سیاسی محبوس در اوین و رجوی شهر را مطرح کرده است. در بخشی از این پیام آمده است: عملکرد نهادهای قضایی، امنیتی و انتظامی در قضایای تشییع پیکر زنده یاد مهندس عزت الله صحابی که به شهادت دختر بیگناهش و سپس وفات شهادت گونه هدا صابر انجامید، مصداق جرم مشهود بود و نیازی به طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی نداشت. اما متاسفانه عملکرد دستگاه قضایی و نهاد دادستانی تهران، به ویژه در وقایع پس از انتخابات 88، آن را از مرتبه مدعی العموم به مدعی الدوله تنزل داده و هر گونه اعتماد عمومی را به سلامت و استقلال دستگاه قضایی و تشکیلات دادگستری منتفی ساخته است. بی‌توجهی مسئولان قضایی به شهادتنامه 64 زندانی همبند شهید صابر و تداوم استنکاف از رسیدگی قضایی به دادخواهی صریح افرادی که شائبه‌ای در صداقت و درستی گفتارشان وجود ندارد، تیر خلاصی بود که به پیکره نیمه جان حاکمیت قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران وارد شد و نقض آشکار اصول 34 و 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. احمد صدر های سید جوادی همچنین تاکید کرد این پدر پیر ضمن اعلام حمایت و همبستگی با دغدغه ها و آرمان های انسانی و تایید مطالبات شرعی و قانونی عزیزانی که اعتصاب قضا کردند، از فداکارترین فرزندان ملت درخواست دارد که با امید به روزی که نزدیک است که در آن از ستم و ستمکار خبری نخواهد بود و با ایمان به آینده‌ای سرشار از آزادی و حاکمیت ملت ایران، بر احساسات ستایش انگیز و انسان دوستانه خود فائق آمده و به اعتصاب قضایتان پایان دهید. سید محمد خاتمی گفت مسئولان از طریق مذاکره با معترضان به حل مسائل بپردازند. سید محمد خاتمی در پیامی خطاب به 19 زندانی اعتصاب کننده، ضمن ابراز نگرانی از وضعیت جسمی آنها، درخواست کرد این اعتصاب شکسته شود. به گزارش کلمه، رئیس جمهور سابق کشورمان در دیداری که با مریم شربتخار قدس، همسر فیض الله عرب سرخی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی داشته است، تاکید کرد اگر صدای ما به مسئولان میرسد، از آنها میخواهیم که یک بار هم که شده است از طریق مذاکره با معترضان به حل مسائل بپردازند.
سید محمد خاتمی در این پیام از فیض الله عرب سرخی خواسته است که به همراهان خود پیغام وی را برساند که آنچه مهم و فوری است حفظ سلامتی شما و بازگشتتان به زندگی عادی است. بیدرنگ به ایران بیایید، جان زندانیان در خطر است. جمعی از خانواده‌های زندانیان اعتصاب کننده با ارسال نامه‌ای به گزارشگر ویژه حقوق بشر با ابراز نگرانی شدید از وضعیت موجود از ایشان تقاضا کردند برای ملاقات با زندانیان سیاسی و بررسی شرایط آنها هرچه سریع‌تر به ایران سفر کنند. به گزارش سایت امروز در این نامه آمده است آنچه ما را تنها یک هفته پس از انتخاب شما به فرستادن این نامه واداشته است این است که اکنون جان عزیزان ما که همگی از زندانیان سرشناس سیاسی پس از انتخابات است بیش از هر زمان دیگری به شدت در خطر است. خانواده زندانیان سیاسی در بخش دیگری از این نامه اظهار داشتند آنچه بر خدا صابر رفت نشان از آن دارد که سیاست زندان در جمهوری اسلامی در مورد اعتصاب غذا کنندگان تغییر کرده است. موارد مشابه در سالهای گذشته نشان می‌داد که زندانبانان با مراقبت پزشکی خاص اعتصاب غذا کنندگان را با وجود اعتصابهای به مراتب طولانی تر از خطر مرگ می رهاندند. اما در موارد اخیر همه شواهد نشان از آن دارد که مقامات امنیتی ایران اعتصاب غذا کنندگان را به سوی مرگ می رانند. در این موارد و در این مورد حتی اجازه ندادند تا زندانی اعتصاب کننده تقاضاهای دوستانش برای شکستن اعتصاب را از خارج از زندان دریافت کند. خانواده های احمدی عمویی، اسدی زیدآبادی، امینزاده، بهاور، بهزادیان نژاد، دلیرسانی، عرب سرخی، قدیانی، مقیسه، مؤمنی، باستانی و سحرخیز از امضا کنندگان این نامه هستند. 5 زندانی اعتصاب کننده به بهداری اوین منتقل شدند. عبدالله مؤمنی، محسن امینزاده، ابوالفضل قدیانی، مهدی کریمیان اقبال و بهمن احمدی عمویی در هفتمین روز اعتصاب غذای خود در بند 350 با مشکلات شدید جسمی مواجه شدند و برای دریافت کمک‌های پزشکی به بهداری اوین منتقل شدند. به گزارش کلمه این 5 نفر با تأخیر به بهداری منتقل شدند. در همین حال خانواده های زندانیان اعتصاب کننده پس از اتفاقی که برای خدا صابر در بهداری زندان رخ داد و منجر به مرگ وی شد اعتمادی به این بهداری ندارند. خانواده های اعتصاب کننده اوین از دادستان تهران که مسئولیت مستقیم سلامت زندانیان سیاسی با وی است انتظار دارند عزیزانشان به جای انتقال به بهداری اوین به بیمارستان های مجهز و قابل اعتماد منتقل شوند تا خانواده ها بتوانند بر نحوه درمان آنها نظارت کنند و فاجعه مرگ خدا صابر تکرار نشود. خانواده محسن امینزاده در همین رابطه گفتند که وی مشکل فشار خون دارد و دائما باید دارو مصرف کند و در چنین حالتی اعتصاب غذا برای وی خطرناک است. همچنین ابوالفضل قدیانی 65 ساله به بیماری قلبی مبتلا است و به گفته خانواده اش حتی در مواقع عادی قادر به روزه‌داری هم نبوده است و اکنون تحمل اعتصاب غذا برای وی بسیار دشوار است. بر اساس همین گزارش، سایر اعتصاب کنندگان بند 350 اوین نیز در شرایط مشابهی به سر میبرند و اوضاع جسمی اغلب آنها نگران کننده گزارش شده است. به جای تکذیب و توجیه کارهای ناسواب، اصلاحات اساسی کنید تا مردم راضی شوند. احمد منتظری در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه با انتقاد از موضع وی نسبت به اعزام گزارشگر حقوق بشر آورده است، بیایید برای یک بار هم که شده به جای تکذیب و توجیه کارهای ناسوابی که شایسته این نظام نیست دست به اصلاحات اساسی بزنید تا مورد رضایت خداوند کریم و مردم قدرشناس ایران قرار بگیرید. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آیت الله منتظری در این نامه آمده است اکنون که قدرت و ابتکار عمل تا حدودی در دست شماست یک روز در زندان حاضر شوید و به عنوان رئیس قوه قضاییه با زندانیان سیاسی صحبت کنید. شاید تحولی در شما حاصل گردد و منشأ اقداماتی شایسته شود. در بخشی از این نامه همچنین آمده است اکنون انسانهایی فرهیخته و بیگناه در دستگاه تحت نظر شما به زندان محکوم شدند که حتی یک ساعت سلب آزادی آنان فاقد وجاهت شرعی و قانونی است.
18 نفر از این عزیزان در زندان‌های مختلف اکنون در اعتصاب قضا هستند و با جانبازی و قرار دادن جان خود بر طبق اخلاص به ظلمی اعتراض کردند که بر آنان و دوستانشان رفته و می‌رود. احمد منتظری از رئیس قوه قضاییه پرسیده است آیا جناب عالی خود را در مقابل این بیگناهان مسئول نمی‌دانید؟ محمد رضا خاتمی گفت اصول و برنامه‌هایی داریم که باید تضمین شود تا در انتخابات مشارکت کنیم. محمد رضا خاتمی در واکنش به خبر دیدار محرمانه علی لاریجانی با برخی اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات آینده مجلس گفت ما مسئله پشت پرده و نیاز به واسطه نداریم، بلکه اصول و برنامه‌هایی داریم که باید تضمین شود تا در انتخابات مشارکت کنیم. به گزارش ایلنا، نایب رئیس مجلس ششم در این زمینه خاطر نشان کرد برگزاری انتخابات آزاد به رسمیت شناختن احزاب و مطبوعات مستقل و البته آزادی زندانیان سیاسی خواسته اصلی ماست و هر کس انتخابات پرشور می‌خواهد باید این شرایط را فراهم کند. محمد رضا خاتمی همچنین با اشاره به دخالت نهادها و مقامات نظامی در روند و نتایج انتخابات کشور خاطر نشان کرد پیش زمینه برگزاری انتخابات آزاد این است که به فرمایش امام نظامیان به پادگانها برگردند و عرصه سیاسی را به فعالان سیاسی بسپارند. اگر کسی خواستار حضور اصلاح طلبان در انتخابات است باید این شرایط را تامین کنند. در این بخش با خبرهای کوتاه همراه شما هستیم. زندانیان اعتصاب کننده به دادسرای اوین احضار شدند. زندانی های اعتصاب کننده قضا چهارشنبه و پنجشنبه گذشته به دادسرای زندان اوین احضار شدند اما حاضر به پاسخگویی به سوالات بازجوها و بازپرس ها نشدند. به گزارش کلمه روز چهارشنبه اول تیر ماه این زندانیان با زور و اجبار در حالی که چشم بند به چشم داشتند به دادسرای اوین برده شدند. آنها در اعتراض به شرایط انتقالشان از پاسخگویی به سوالات بازجوها خودداری کردند. به گفته برخی از کارکنان دادسرای اوین 12 زندانی اعتصاب کننده به جای پاسخگویی به سوالات بازجوها در راهروی این دادسرا نماز جماعت برپا کردند. بر اساس این گزارش مقامات دادسرای اوین اعتصاب کنندگان را تهدید کرده و گفتند به خاطر این اقدام بر احکام زندانشان افزوده خواهد شد و پرونده های جدیدی برای اعتصاب کنندگان گشوده می شود. اعتصاب شما اعتراضی است به پلشتی ها. جمعی از زنان اصلاح طلب در نامه ای خطاب به زندانیان اعتصاب قضا کننده از آنها درخواست کردند تا به اعتصاب قضایشان پایان دهند. به گزارش تحول سبز زنان اصلاح طلب در این نامه شهادت حاله صحابی و هدا صابر را نشانی دیگر از خروج دستگاه قضایی و حاکمیت از مسیر عدالت دانستند و اقدام اعتراضی اعتصاب قضا کنندگان را واکنشی انسانی به پلشتی هایی که به نام دین و ولایت مداری صورت میگیرد عنوان کردند. همچنین فرزندان میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیز در پیام مشترکی خطاب به زندانیان سیاسی اعتصاب کننده بند 350 اوین از آنها خواستند تا به اعتصاب قضای خود خاتمه دهند. ایشان نوشتند پیام اعتصاب شما کوبنده تر از هر اعتراضی به گوش تمامی هموطنان و همدلانتان رسید، اما این جانهای سبز برای همگان و خانواده های صبور و دلسوخته تان و ما که خود درد کشیده ایم عزیز است و سلامتی شما برای من مایه دلگرمی است. عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین رئیس جدید کتابخانه ملی شد. در حالی که با گذشت 5 ماه از استعفای رئیس کتابخانه ملی آن محل عملاً بدون سرپرست به کار خود ادامه میداد، سرانجام وزیر ارشاد یکی از اعضای دانشگاه امام حسین متعلق به سپاه پاسداران را به عنوان رئیس آن مرکز معرفی کرد. به گزارش خبر آنلاین، علی اکبر اشعری رئیس اسبق سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران بیش از پنج ماه پیش از ریاست این سازمان استعفا داد و پس از رفتن او از سازمان هیچ مسئول حکومتی با او تماس نگرفته بود. اشعری مدتی پیش با بیان اینکه انتظار دارم دولت با همراهان انقلاب مهربانانه تر رفتار کند خاطر نشان کرده بود برخی رفتارها بسیاری از مردم و نخبگان دینی و فرهنگی جامعه را نگران می کند. و در آخر اینکه روزه سیاسی جوانان و فعالان استان گلستان در حمایت از زندانیان اعتصابی برپا شد. در ادامه‌ی